سپاس از امرایی شما اینجا سوت پایان 18 همه مهرما یکی از کارشناس های درجیه که بازار و اقتصاددان که هر زمان درباره شرط بازار صحبت کرده تقریبا نظریهشون محقق شده در استدی حضور دارن جناب آقای دکتر علی سعدوندی عزیز درود بر شما و قرار هولوش یک موضوع جذاب آقای دکتر صحبت کنیم ارادتمندم سلام از میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز در خدمت شما هستم ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید جناب آقای دکتر خوب انتصاب انتصا جناب آقای دکتر علی صالح از فعالای بازار بورسی که جنسش حداقل جنس بازار بورس بوده هفته گذشته انجام شد مایه امیدواری اهالی بازار سرمایه بوده به این دلیل که ما سالها تناقض رفتار داریم بین رفتار بانک مرکزی و بازار سرمایه یک تقابل نامرئی بین این دو بازار و این دو حوزه وجود داشته این انتصاب چگونه تاثیر بر روی بازار گذاشته آیا فکر میکنید جناب آقای سالهابادی بتواند به بازار کمک بکند بله واقعیت این هست که پیش بینی که فعالان بازار داشتن محقق نشد یعنی شما میبینید که در دو روز گذشته بازار رنج منفی کشیده و نه فقط بازار منفی بوده این منفی بودن یک بحثه یک بحث دیگر این هست که بسیاری از سهام هایی که از نظر فاندامنتال بسیار ارزشمند هستند یا سهام هایی که بسیار در واقع ارزان هستند این سهام ها هم الان قیمتشون منفی شده این نشون میده که یک بدبینی عمومی متاسفانه در بازار شک گرفته من یکی از دلایل این بدبینی رو این میدونم که فرایند انتصابات بسیار طولانی شده و طولانی مدت بوده مسئله دیگر این هست که هیچ جهتگیری مشخصی برای دولت در زمینه در عرصه اقتصاد ما شاهد نیستیم و این در واقع یعنی اینکه نااطمینانی باقی خواهد ماند و این نااطمینانی ها قطعا روی بازار تاثیر منفی خواهد گذاشت برداشتی که فعالان دارند به باور بنده برداشت درستی نیست یعنی فعالان برداشتشون این هست که چون آقای صالح آبادی یه چیزی حدود ده سال ریاست سازمان بورس رو به عهده داشتند بنابراین ارق بازار سرمایه رو دارند بنابراین در واقع در تصمیماتشون فراز و فرود بازار سرمایه رو در نظر میگیرند اینکه ایشون شناختی نسبت شناخت خوبی نسبت به بازار دارن صحیح هست اما اینکه شما انتظار داشته باشید در سیاست گذاری ها فقط مسائل در واقع بازار سرمایه رو مد نظر قرار بدهند به باور بنده چنین نخواهد شد دقت میفرمایید بنابراین اون انتظاراتی که فعالان بازار دارند به زودی کاملا خونسا خواهد شد و کاملا تلتیف خواهد شد جناب دکتر نکته‌ای که باید مد نظر قرار بدیم خب جناب دکتر همتی تقریبا در اواخ دیگه آخرین مصاحبه‌هایی که انجام دادن اعلام کردن که ما سال 98 تا 99 چاپ پول داشت خب چاپ پولی که پشتوانه اقتصادی نداشته باشه بر مبنای تولید ناخالص ملی نباشه قطعا تورم ایجاد خواهد کرد خب خیلی از کارشناسا درباره تورمی که در واقع در سال 1400 به صورت ناخواسته به دولت 13 هم, هم تحمیل میشه صحبت کردن بله. دغدغه‌ای که اهالی بازار سرمایه دارن اهالی بازار بورس دارن این هستش که و ما یک نگرانی داریم که با تورم حداقل حرکت بکنیم و جا نمونیم فکر میکنید بازار بورس بتواند این مقدار تورم رو در خودش پوشش بده و ما حداقل از تورم عقب نمونیم اگر جلو نزنیم بله ببینید خب من, من یک مقدار زیادی سعی کردم در این سالهای گذشته که در کشور حضور دارم آگاه سازی انجام بدم یک مسئله این بود که نظر قاطبه فعالان بازار این هست که اگر تورم در اقتصاد ایران شکل بگیره این به نفع بازار تموم خواهد شد ولی من بارها اشاره کردم که ممکنه به نفع بازار تموم نشه ممکنه بازار سرمایه جا بمونه از تورم همونطور که ممکنه بازار مسکن به با عنوان مثال جا بمونه از تورم و شما خا... شاهد هستید این روزها این اتفاق افتاده ببینید واقعیتی که از نظر تورمی در اقتصاد ما اتفاق افتاده بی... باور نکردنی یعنی چی؟ یعنی نرخ رشد پایه پولی الان در اقتصاد ایران شاید بیشترین در طول تاریخ کشور باشه یعنی یه حدود 43 درصد این یعنی که شاخص روزی باید همه سهام ها مثبت پنج باشن یعنی کاملا سبز پوش باشه اگر اگر اون انتظار فعالان و بازار درست بود اما واقعیت این هست که وقتی که شرایط نااطمینانی حاکم میشه بر اقتصاد وقتی شما سیاست نرخ بهره تو به درستی انجام نمیدی در نهایت اینه که فرار از بازار سرمایه خواهی داشت فرار سرمایه از کشور خواهی داشت دقت میفرمایید الان شما ببینید چه اتفاقی افتاده نرخ رشد پای پولی در طول تاریخ کشور بی‌نظیر بوده دقت نرخ رشد نقدینگی بسیار بسیار بالا بوده نرخ تورم در طی فکر کنم 70 سال گذشته بی سابقه بوده این نرخ تورم از اون طرف نسبت شپ پول و رو که در نظر میگیریم نسبت پول در, در, نقدینگی به 25 درصد رسیده یعنی به شدت نسبت پول بالا رفته اگر این پول وارد حساب جاری کارگزاری ها شده بود هم بازار سرمایه رو رشد میداد هم تاثیر در واقع تورم زدایی داشت اینکه که من قبلا اختار دادم که بازار سرمایه هشدار دادم بازار سرمایه جاذب نقدینگیه و نقش ضد تورمی داره من. هر زمان بازار سرمایه تضعیف بشه نقش تورمی داره دقیق میفرمین الان ما مجددا شاهد هستیم بازار سرمایه تضعیف میشه نسبت پول در حال رشد در اقتصاد و این بسیار خطرناک خواهد شد به باور بنده یعنی اگر که این منابعی که داره از شپ پول آزاد میشه وارد حساب های جاری میشه اگر وارد بخش مالی یا فاینانشال اقتصاد نشه وارد کدوم بخش خواهد شد وارد بخش واقعی اقتصاد خواهد شد تمام شپ پولی که به پول تبدیل شده تبدیل به تورم خواهد شد اما تاثیر خودش ممکنه در بازار سرمایه نذاره چرا ممکنه نذاره چون الان شما شرکت های بسیار محکمی از نظر مالی دارید که من دیروز داشتم بررسی میکردم حداقل دو سه شرکت پیدا کردم که واقعا از نظر مالی بسیار مستحکم هستند نسبت پی ای اینها رسیده بین دو و سه یعنی چیز باور نکردنی واقعا برای اهالی بازار سرمایه دقیقاً دقیقاً این, این البته در دهه هفتاد به خیلی از فعالان بازار سرمایه خب بالاخره جوان هستن شاید در دهه هفتاد به دنیا اومدن من تا من خودم از دهه هفتاد که فعال بازار سرمایه بودم پیران بازار سرمایه که از قبل از انقلاب فعال بازار بودند، اون زمان در تالار حافظ حضور پیدا می کردن. این شرایط رو خیلی نگران می شدند تحت عنوان می گفتن پی بی ای میشکنه بازار یعنی پی بی ای های بازار مرتب در حال سقوط هست بله پی بی ای بیست و سی باید سقوط می کرد. ولی پی به ای 6 و 7 اگر کاهش پیدا کنه شما میبینید که هیچ مقاومتی ممکنه نداشته باشه دقیق میفرمایید پس بنابراین توصیه اکید من در البته اگر گوش شنوایی باشد که بعید میدانم ولی توصیه اکید بنده این هست که در این شرایط به داد بازار سرمایه برسید توصیه پارسال بنده ای نبوده یعنی در بازاری که پی بی 340 هست شما هر کاری هم بکنید که بخواید بازار رو کنترل کنید نمیتوانید لاش. ولی امروز به راحتی شما میتوانید از منابع من کلا میدونید که صندوق تثبیت بازار رو غلط میدونم ولی حالا که منابعی در صندوق تثبیت بازار وجود دارد و حالا که بازار ارزنده و ارزان هست الان وظیفه مدیریت بازار هست که از منابع استفاده کنه و بازار رو تحکیم کنه. اگر این کارو نکنه. من یک کنه... از شما چون درباره صندوق تثبیت صحبت کردید ببینید من من خودم به عنوان فعال بازار ورود هر گونه نقدینگی به این بازار که جنسش جنس بازار سرمایه نباشه رو قبول ندارم. صحبت. چون این پول برای گرفتن یک گین و بهره میاد و خارج میشه. بالاخره صحبت. این ورود یک خروجی داره. پس بذاریم نباشه و بازار بتونه راه خودش رو پیدا بکنه ولی شما صحبت کردید درباره پی بی های دو دو و نیم سه که یه اعداد اصلا عجیب و غریبه و شرکت های قدرتمند و مستحکم چی میشه که مردم الان نمیخرن؟ ببینید الان اقیانوس بازار بورس کماکان اقیانوسه 700 تا نماد داریم عمقش از 3 متر شده 5 سانتی متر و این نگران کننده است یعنی من دوستان ما که همراه ما هستن میدونن به شدت روی ارزش معاملات ما تاکید داریم ارزش معاملات نشان از حال خوب یا حال بد بازاره الان یک ماهی هست که حال بازار خوب نیست یعنی ما از هزار میلیارد رسیدیم به هزار میلیارد تثبیت تعادل رفته رفته کم شد این پول داره از بازار خارج میشه به نظر شما این پول پارک شده قیمتها ارزنده تر بشن و ما میگیم این قیمتها ارزنده است این پول کجا رفته آقای دکتر؟ ببینید این بستگی داره یک مسئله که هست این هست که فعالان بازار به اشتباه ببینید اگر شما هدف گذاری رو به عنوان کل یک مجموعه یک جامعه جامعه فعالان بازار فعالان بازار سرمایه اگر شما هدفگیری رو اشتباه در نظر بگیرید این این میتونه منجر به فاجعه بشه فعالان بازار معتقد بودن که اگر نرخ بهره تثبیت بشه یا کاهش پیدا کنه در شرایط تورمی به نفع بازار هست دیدیم که نشد دیدیم افتخار میکنم که شاید بنده تنها فعال بازار باشم که در مقابل این ایده ایستادم و عرض کردم که اگر شرایط به سمت نااطمینانی بره بازار سرمایه از تورم جا خواهد ماند و دیدیم که این اتفاق افتاد مسئله دیگه در مورد اوراق هست اوراق که به فروش میرسه در بازار ما میتونه به نفع بازار سرمایه باشه میتوانست شاید اینجوری بگم بهتر باشه اگر درست انجام میشد برخی از افراد ادعا میکنن در البته بنده تلاش خودم رو کردم ادعا میکنن که مثلا اوراق رو تو باعث شدی که مثلا این همه روش تاکید کردی بله بنده باعث شدم ولی لا اله رو گرفتند الا الله رو نگرفتند دقیق میفرمایید اگر شما میخواید پکیجی رو اجرا کنید باید کامل اجرا کنید افرادی که در واقع سیاست اصلی اقتصاد کشور هستند باید آشنایی کافی با این مسائل داشته باشن اگر آشنایی ندارند، حداقل مشورت بگیرند نه مشورت میگیرن نه آگاهی دارن ببینید اوراق که منتشر میشه اوراق خریدار طبیعی خاص خود داره نچرال بایر داره بایر فرد ریسک پذیر نیست یعنی اوراق نباید منابع را از بازار سرمایه جذب کنه البته وقتی بازار ما یه مقدار پیشرفت کنه شما می خواهید دید که افراد بستگی به ریسک و بستگی به سنشون بخشی از پورتفولیشون رو در نهایت به صندوق های درآمد ثابت و به اوراق تخصیص خواهند داد اما مشکلی که ما الان داریم چه هست اوراق رو در بازار سرمایه دارن میفروشند در دنیا اینطور نیست اوراق رو در پرایمری مارکت میفروشن در... در واقع پرایمری دیلرز اوراق خریداری می‌کنند پرایمری دیلرز چه کسانی هستن معامله گران اولیه بزرگترین بانک ها و بزرگترین نهادهای سرمایه گذار کشور که صندوق بازنشستگی باشن یعنی مثلا حالا من دقیق یادم نیست مثلا در کشور امریکا چیز شاید بین 10 تا 20 تا تا اونجایی که خاطرم هست مثلا پرایمری دیلرز وجود داره دولت اوراق رو به اینا میفروشه اینا هستن که واسطه میشن بین کل بازار و دولت بعد این واسطه گران در واقع معامله گران اولیه وقتی اوراق را عرضه می کند به طور متوسط یه چیزی بین 8 تا 40 درصد یا به طور متوسط 25 درصد اوراق رو فقط بانک مرکزی از طریق عملیات بازار باز خریداری میکنه دقیق فرمودید به همین میزان نظام بانکی خریداری میکنه به همین میزان بیمه ها خریداری میکنند به همین میزان شرکت های بازنشستگی خریداری میکنند و یک بخشی رو کسانی که پول هاشون رو در بانک سپرده کردن خریداری میکنند الان شما ببینید اگر درست عمل میشد ما نسبت شبه پول نسبت شبه پول در کل نقدینگیمون از حدود 82 درصد در طی چند ماه رسیده به 75 درصد اگر این جذب اوراق میشد خیلی به نفع ما بود چون وقتی که نقدینگی جذب اوراق میشه از چپ پول به اوراق تبدیل میشه بعدش از اوراق به کجا تبدیل میشه در بازار سرمایه حضور پیدا میکنه بنابراین اوراق میتونست تحت عنوان کاندیت شناخته میشه کانال یک در واقع کانالی میتونست باشه که منابعی که حبس شده در شپ پول در نهایت منتقل کنه به بازار سرمایه اما اتفاقی که الان داره میفته اون مکانیزمی که منابع شپ پول رو به،, به, اوراق تبدیل کنه اون وجود نداره اون یه تحت عنوان یک سری حساب هایی باید ایجاد بشه به نام حساب های بازار پول شناخته میشه یا MMA یا Money Market Accounts من اتفاقا خودم چند سال پیش این پیشنهاد رو دادم عجیب اینجاست که برخی از اقتصاددانانی که اتفاقا در خارج از کشور تحصیل کرده بودند و آشنا بودند که در کشورهای دیگه این ابزارها چقدر میتونه کمک کنه در تخریب این ابزار فروگذار نکردند یعنی هر کاری میتونستن انجام دادن تا این ابزار تخریب بشه و دیگه به کار گرفته نشه این ابزار که نباشه شبه پول تخلیه میشه به پول تبدیل میشه اما این پول میتونه پولی باشه که فقط تورم و هیچ گونه آبادانی در اقتصاد کشور به وجود نخواهد آورد دکتر خب ما الان جناب رو داریم خوش بوده به نوعی برای منی که حالا فکرم میدونم که حداقل جنس این در واقع آدم جنس بورسی بوده تصمیمات رو حداقل یه جورایی بگیره که زیاد به زیان بازار بازار سرمایه در واقع نباشه اگر شما رو به عنوان ریاست محترم بانک مرکزی امروز انتصاب میکردن اگر بخواید سه فرمان بدید برای اینکه کمک بکنه به بازار سرمایه سه انتخاب اولتون چی میتونه باشه دکتر چشم عرض میکنم اول خدمتتون عرض کنم اگر این سوال از من میپرسیدید که اگر در اون ده سالی های سال ای ریاست سازمان بورس رو به عهده داشتن چه کاری انجام میدادید یا چه کاری انجام نمیدادید من عرض می کنم که آقای صالح آبادی کل مجوزهای های بورس رو متوقف کرد نعم. من این کار رو انجام نمیدادم آقای صالح آبادی دخالت های خیلی جدی در بازار انجام دادند دوستانشون در سر... مثلا تامین سرمایه فلان و اینها حضور داشتن نظرشون این بود که باید ورود کرد در بازار دخالت کرد در بازار به خصوص در جهت سرکوب شاخص من این کارا را انجام نمیدادم الان هم که در بانک مرکزی تشریف بردن امیدوارم که اون در واقع تجربه گذشته رو مجددا به کار نبرند سالهای سال هست که بانک مرکزی تقریبا میشه گفت هیچ مجوزی در اختیار جامعه قرار نداده شما از مجوز صرافی بگیرید تا مجوز بانک تا مؤسسات مالی اعتباری تا مؤسسات اعتبار سنجی هیچ نوع مجوزی بانک مرکزی در اختیار در واقع آهاد اقتصادی قرار نمیده اینو اگر بذاریم من... کنار چون دکتر جنسش میشه جنس بازار حالا بانکی اگر من... بخواید سه تا انتخاب بکنید من... ایجاد بشه من... برای شرایط کنونی بازار به بمانه... از شما سوال میپرسم بله. این سه تا تصمیم چه خواهد بود ببینید اولین تصمیم ببینید اولین کاری که باید انجام بشه اعتماد به بانک مرکزی برگرده سیاست گذار پولی ادبیات گسترده در این زمینه در علم اقتصاد وجود داره که اگر سیاست گذار پولی اعتبار کافی نداشته باشه به تنهایی نمیتواند کاری انجام بدهد این بود که سال گذشته وقتی از جناب آقای همتی ریاست محترم گذشته بانک مرکزی سلف جناب آقای صالح آبادی وقتی از بنده سوال کردند که من میخوام هدف گذاری تورمی انجام بدم بنده خیلی توصیه این کار کارو نکنید عرض کردم که اعتبارتون از بین میره اعتبار بانک مرکزی مهمترین دارایی که در اختیار داره آیا به نظر شما امروز هدف گذاری 22 درصدی نرخ تورم اعتبار کافی رو داره آیا به هدف رسید؟ نه خیلی نرسید. این که شما میبینید که الان آهاد اقتصادی به هیچ بازاری اعتماد نمی کنند در حالی که پارسال اعتماد میکردن حداقل به بازار سرمایه اعتماد میکردن یک دلیلش همین مسائلی است که تا الان اتفاق افتاده. پس توصیه اکید منده این هست که اولا باید یک شورای سیاستگذاری پولی از افرادی که مورد اعتماد جامعه باشند که بتوانند آرامش رو به جامعه منتقل کنند به وجود بیاد. افرادی که تجربیات تجربیات گسترده در بخش‌های مختلف اقتصادی داشته باشند دانش کافی داشته باشند و اینها باشند که هدفگذاری نرخ بهره و هدفگذاری تورم رو انجام بدهند آقای سالح آبادی اولین کاری که باید انجام بده بار مسئولیت تعیین نرخ بهره و نرخ تورم رو از روی دوش خودش برداره تقات می اگر بخواد این علم رو بکشه من مطمئنم که موفق نخواهد شد این نکته اولی که باید در نظر گرفته بشه نکته دوم آقای سالهابادی با نفوذی که در حاکمیت داره ببینید آقای سالهابادی نفوذ خوب یعنی بالاخره مورد اقبال این خیلی از این نظر میتونه سرمایه بزرگی باشه دقت در آدم آبدیده توی بازارهای پولی و مالی هستن نه اصلا. فقط بازارهای ده سال ریاست بله. در واقع سازمان بورس داشتن آبدیده شدن بود. تجربه دارن مورد اعتماد بازار. هستن مورد اعتماد نظام هستن مورد اعتماد حاکمیت هستن از این اعتماد استفاده کنین خیلی ارزشمنده دقت فرمودید از این جنبه من میتونم بگم انتخاب آقای صالح آبادی از این جنبه خوب بوده و خوب. میتونه بسیار موثر باشه, باشه. خب از این از این ثروتی که دارن استفاده کنن چه کنن سعی کنن که استقلال بانک مرکزی به رسمیت شناخته بشه سعی کنن ریاست بانک مرکزی مقامش بالاتر از یک عضوی از کابینه قرار بگیره در سایر کشورهای دنیا ریاست بانک مرکزی یک چیزی در حد رئیس جمهوره هرچند رئیس جمهورها معمولا ریاست بانک مرکزی رو تعیین کنند ولی ریاست, ریاست بانک مرکزی رو به راحتی نمی‌توانند عزل کنند دقیق این فرمایید آقای سالابادی حتی از نظر نفع شخصی هم به نفع خودشون هست که سعی کنند برویم به سمت استقلال بانک مرکزی دیده نشده در دنیا که بدون استقلال بشود تورم رو در کشوری کنترل کرد یعنی بانک مرکزی معمولا بدون استقلال نه فقط معمولا که به طور صد درصدی من خدمت شما عرض میکنم بانک مرکزی اگر استقلال نداشته باشه موفق نمیشه بانک مرکزی باید اقتدار داشته باشه بانک مرکزی باید استقلال داشته باشه بانک مرکزی باید نشون بده که شناخت کافی از بازارها داره تجربه داره با دانش روز دنیا آشناست اینها رو اگر آی سالها بودی خودشون نمیتونن به مردم به قبولانند میتوانند تیمی داشته باشند که این تیم رو مردم قبول داشته باشند اگر این اتفاق بیفته بانک مرکزی ببین اول من یک نکته خدمت شما عرض کنم استقلال بانک مرکزی یعنی این که بانک مرکزی مسئولیت کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی را میپذیرد دقیق میفرمایید تو بعضی میان یه خیلی عجیب غریبی ارائه میدهند چون که نمیدونم حالا نیتشون چه هست ولی در نهایت به اینجا میانجامد که مثل امروز ما هیچ کس مسئولیت کنترل تورم رو نپذیرد آقای دکتر یه نکته واقعا جناب آقای ساله آبادی و کابینه 13 ریاست جمهوری کار سختی رو دارن یعنی یک حالا شرایط ما تو 8 سال گذشته خیلی سخت‌تر از در واقع شریعت بعد ب... به نسبت میتونم که تورم سنگین تر شده بله. واقعا شرایط سختی رو دارن آقای سالم بله. آبادی من نکته ای که شما اشاره کردید گفتید استقلال بانک مرکزی جناب آقای حجت الاسلام رئیسی من زمان انتصابیشون نکته خیلی خوبی رو اشاره کردم گفتن که من وزیر در واقع رئیس بانک مرکزی رو انتخاب کردم که با در واقع وزارت اقتصاد همخانی و همراستا باشن یعنی این تقابله مثل دولت قبلی نباشه که آقای همتی یه طرف بره وزارت اقتصاد یه طرف بره اینها در همراستا بودنه برای کمک به بازار اومدن خب ولی بپذیریم که کار کار خیلی سختیه یعنی شما زمانی که یه موقع میبینید خودتون میخواد شروع بکنید یه موقع میبینید یک باری رو به شما تحمیل میکنن الان همین باز پرداخت و اوراق بدهی یه کار بسیار سخت برای دولت سیزدهمه تصمیم دوم هم صحبت کردید در روش تصمیم سوم چیست که بتواند این در واقع شرایط اقتصادی رو تلتیف بکنه بتونیم هر روزی بهتر از روز بشیم. من یک نکته خدمت شما عرض کنم باز پرداخت اوراق بدهی با توجه به حجم اوراق بدهی که ما داریم مطلقا کار مشکلی نیست. ما یکی از پایین ترین نسبت های بدهی رو در... در واقع بدهی خارجی هم ما که پایین ترین شاید در دنیا باشه. بسیاره. ولی بدهی داخلی هم که در نظر میگیریم خیلی پایینه و اصل اونه که آیا شما کار به کاردان سپردید یا نه. ببینید اینها بیشتر شایعاتی است که در بازار مطرح میشه که اوراق بدهی مثلا خیلی مثلا منابع رو از بازار خیلی میکشه ببینید الان واقعیت اینه که مثلا در روز چقدر اوراق بدهی معامله شده ما واقعیت این است که 20 هزار میلیارد تومان در روزمون تبدیل شده به 2000 میلیارد تومان این رو باید رسیدگی کنیم دقت میفرمایید و به باور بنده قابل رسیدگی است من توصیه یک توصیه هم چون برنامه شما برنامه بورسی هست توصیه سوم هم رو می‌خوام در مورد بازار سرمایه داشته باشم خدمت آقای صالح ببینید وقتی که شما اگر بنا داشته باشه آقای صالح که سیاست ضد تورمی رو در پیش بگیره که من مطمئن نیستم چون که هم ریاست بانک مرکزی هم حالا میتونم بگم اطرافیان آقای صالح چیزای زمزمه‌هایی در مورد هدایت اعتبار و این حرفا یعنی اینکه اعتبار رو مثلا هدایت کنه به بخش‌های مولد ولی در واقع یعنی اینکه دست دولت رو باز بذاریم برای خلق پول دست بانک مرکزی رو باز بذاریم برای ایجاد پای پولی و این وضعیت وضعیت خیلی خطرناکی خواهد شد دقیق میفرمایید البته من با اینکه منابع به طور درست هدایت بشه خیلی موافق هستم در کشورهای دیگر دنیا هم هست این قضیه اما توصیه اکید بنده این هست ببینید وقتی سیاست ضد تورمی در پیش گرفته میشه یک اتفاقی در جامعه میفته که بخش واقعی اقتصاد تا زمانی ضربه میبینه و هزینه پرداخت میکنه یک نسبتی داره که این نسبت رو در ادبیات اقتصادی اگر دوستان کتاب های اقتصادی رو زحمت بکشن و مطالعه بفرمایند داریم ما واقعا در کتاب های اقتصادی اومده مونتا در کشور ما مثلا که خیلی خونده نمیشه نمیدونم مثلا افرادی که اقتصاد میخونن چند فصل کتاب های مثلا رد اول دنیا رو مطالعه میکنن ولی یک نسبتی داریم تحت عنوان sacrifice ratio یعنی نسبت در واقع فدا کردن بخشی از تولید ناخالص ملی فدا خواهد شد این یک چیزی حدود مثلا 20 درصد هست مثلا اگر در طی 3 4 سال اتفاق بیفته در طی 4 سال اتفاق بیفته سالی 5 درصد تولید ناخالص خالص ملی ضربه میبینه ولی بعد از 5 سال اقتصاد وارد یک ریل دیگری میشه که تا مدت ها به مسیر خودش ادامه خواهد داد اگر بنا باشه سیاست ضد تورمی هم در پیش بگیرند توصیه بنده این هست که با توجه به اینکه بازار و بورس ما الان ارزان هست و منابع کافی هم در اختیار قرار دارند سعی کنند که بازار سرمایه تضعیف نشود چرا سعی کنم بازار سرمایه تضعیف نشود چون اگر شما بخواید سیاست ضد تورمی داشته باشید منابع باید جذب بازار سرمایه بشه این خیلی بهتر از اینه که منابع از بازار سرمایه خارج بشه شما وقتی که 20 هزار میلیارد تومان معامله روزانه تبدیل میشه به 2000 میلیارد تومان معامله روزانه این منابع داره کجا میره شما فرمودید که بخشش ممکنه که در اختیار در واقع منتظر خریدهای اسپکولاتیو بماند بله این درسته یعنی یک مقداری از منابع به صورت احتیاطی در حسابهای کارگزاری و باقی خواهد موند ولی به تدریج نشت خواهد کرد به بخش واقعی اقتصاد و وقتی که این منابع از حساب کارگزاری ها خارج بشه و وارد بخش واقعی اقتصاد بشه اون سیاست های ضد تورمی که در پیش گرفتن اونها ناموفق خواهد ماند دقیق می‌فرمایید پس توصیه اکید بنده این هست که البته من خیلی مخالف این بودم که از صندوق توسعه ملی برداشت بشه برای حمایت از بازار سرمایه و فعالان بازار که سال گذشته بسیار در این مورد خلاصه سر و صدا کردن دیدیم که در عمل به نتیجه هم نرسید و موفق نشد اما در شرایط فعلی که بازار ارزان هست حالا من میخوام یک سابقه هم خدمت شما عرض کنم در سال 2008 2009 که بازارها به شدت سقوط کردند اون زمان دولت در بازار امریکا دخالت کرد فدرال و تریجری دپارتمنت وزارت اقتصاد امریکا در بازار دخالت کرد خیلی از افراد گفتن اشتباهه توجیهی که اینها آوردن استدلالی که آوردن این بود که بازارها به مراتب ارزان هست و مالیات دهندگان از جیب خودشون پرداخت نخواهند کرد بازار رو کنترل کردن سال 2012 خیلی از این منابع رو فروختند یعنی اون تزریقی که در بازار انجام شده بود معکوسش انجام شد و اتفاقا مالیات دهندگان نه فقط چیزی از جیب خودشون پرداخت نکردن بلکه دریافتی خیلی خوبی هم داشتن بستگی به شرایط بازار داره وقتی بازار ارزانه وقتی بازار داره پی بی میشکنه خیلی به نفع شما هست که بازار رو کنترل کنید همین کنترل بازار یک نوع سیاست ضد تورمی هم خواهد بود درود بر شما تشکر می‌کنم از شما جناب دکتر بر ترتیب امیدوار هستیم به فردای بازار و ان بتونه بازار سرمایه حق خودش رو از این بازارهای مالی بگیره عشان. کار سختی است ولی قطعا نشدنی هم نخواهد بود ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید سلامت بشید خب بر ترتیب این بازار یقین داشته باشید که راه خودش ادامه دار تی خواهد کرد درسته که امروز حال بازار خوب نبود اما کماکان امیدوار به فردای بازار هستیم